این شخص بدهکار نگاه مثلا نگاه شناسایی هست، نگاه دسترسی هست، نه اموالی وجود داره. وزارت نمیگه آقا کارشناس رو درست کنید. نه این شرکت خرید، ولی من برگه ای رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم برای روز آخر دادگاه. من نمیخواستم به این زودی الان تقدیم کنم. من فقط در یکی از حساب‌های بانکی که پرینتش رو گرفتم، بردم تاییدش رو گرفتم، 22 میلیارد خورده میلیون یورو پول موجود نقد دارم که بودش. که اینو گذاشته بودم آقای کوپایر روز آخر دادگاه که همه این حرفا تموم شد، گفتم بی پوله و بی منشأ و بدبخت و اینا، بیاره به یک آقا بفرمایید این برگه 22 میلیارد. لذا شما که دیروز به من فرمودید که این من اینو نشون بده که چجوری هست، من با این برگه 15 تا 22 تا رو دادم به شما معرفی کنم. متهم در طی چندین جلسه گذشته از آمادگی جهت پرداخت بدهی ظرف مدت‌های 48 ساعته به کمتر یا بیشتر صحبت کرده است. در این رابطه لازم می‌دانم به عرض دادگاه محترم برسانم، هرچند که این جانب و مجموعه دادستانی و شاید حتی وزارت نفت به سایر طلبکاران و مالباختگان و کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر به اقدام خوب از طرف آقای زنجانی هستند، ولی اعلام میکنم که در طی مدت رسیدگی چندین نوبت آقای زنجانی این درخواست‌ها را مطرح نموده و درخواست مهلت و تمهید مقدمات جهت پرداخت و رد مال را داشته است. یک بار در بهار سال 93 اعلام نمود که شخصی به نام آقای رستم که از مدیران و معتمدینشون در تاجیکستان هست بیاید در ایران و با من ملاقات نماید. مسیری را طراحی و به وی آموزش میدهم که بتواند بدین طریق پول را به ایران برساند. دو هفته مهلت خواست که این کار با هماهنگی بازپرس محترم پرونده انجام گرفت. مهلت داده شد، همه مقدماتی که مورد انتظارشون بود فراهم شد، ولی خبری از مدت پول نبود.